فارماسوتیکال نالج مطلبی امروز در موردش صحبت میکنیم گلایکولایسیس فیز 2 هستش. این ویدیو برای یادگیری سریع و آسون شما درست شده، پس لطفاً حتما برای دوستا و همکاراتون بفرستین و همچنین مطالب علمیتون رو با ما شیر کنین. این سری پست ها از سری پست های بیوکمستری و الان میخوایم راجع به گلایکولایسیس فیز 2 صحبت کنیم. یه ریکپ کلی روی فاز 1 گلایکولایسیس داشته باشیم. گفتیم گلوکوز در طی چندین فرایند تبدیل میشه به دو تا گلیسرالداید 3 فسفیت. اگر فاز 1 رو نخوندین حتما برگردین و فاز 1 رو دوباره مطالعه کنین. من فقط اینجا خیلی سریع میگم این مرحله‌ای که انرژی توش مصرف میشه. فرایندیه که دو تا مولکول سه کربن گلیسرالداید 3 فسفیت در نهایت به ما تحویل میده و مهمترین ماده میانی که قرار شد اسمش رو یاد بگیریم حتما گلوکوز 6 فسفیت بود. خب در اولی مرحله فاز 2 گلیسرالداید 3 فسفیت تبدیل میشه به 1:20 فسفوگلیسرات، یعنی یک گروه فسفاتی به این مولکول اضافه میشه. طی این فرایند یک عدد NAD مثبت تبدیل میشه به NADH. همه اینا که من گفتم یعنی چی؟ اولا ما تو این فرست استپمون از فاز 2 تونستیم یک مولکول انرژی ذخیره کنیم. NADH یکی از فرمت‌های انرژی هستش که در بدن ذخیره میشه. دو، فسفاتی که انتقال داده شد به گلیسرالداید 3 فسفات، فسفات معدنیه و فسفات عالی نیست. پس بنابراین شما باید بدونین آنزیمی که اینجا دخالت میکنه آنزیم کاینیز نیست، بلکه گلیسرالداید 3 فسفات دهیدروژنیز هستش. اسمش اینو یادتون باشه. نکته مهم دیگه بچه‌ها این که چون دو تا گلیسرالداید 3 فسفیت کلا وارد فاز 2 میشه، تمام این معادلات در فاز 2 دو برابر هست. یعنی در واقع ما اینجا دو تا اناده مثبت رو تبدیل به دو تا اناده هاش کردیم، دو تا فسفات مصرف شد، دو تا 1:20 فسفوگلیسرات تولید شد. من دیگه اینو تکرار نمی‌کنم. بله، استپ بعدی 1:20 فسفوگلیسرات ما تبدیل میشه به 3 فسفوگلیسرات. یعنی چی؟ یه گروه فسفاتی از دست میده. به چه صورتی از دست میده داریم میبینیم. آدپه تبدیل شده به آتپه. آتپه یکی از فرمهای انرژیه. دوباره ما انرژی تولید کردیم و ذخیره کردیم به صورت آتپه. شما میدونین اگر فسفات به صورت عالی انتقال داده بشه، یعنی آدپه تبدیل به آتپه بشه، چه آنزیمی مسئول این کار هست؟ آنزیم های گروه کاینیز. پس میشه فسفوگلیسرات کاینیز. الان ما دو تا آتپ هم اینجا تولید کردیم، دو تا سفوسفوگلیسرات الان داریم. در قدم بعدی سفوسفوگلیسرات تبدیل میشه به دو فسفوگلیسرات. این واکنش خیلی ساده است، در واقع یه جابجایی انجام شد. دو فسفوگلیسرات میره که تبدیل بشه به فسفوئنول پایروویت. اوکی، تا اینجا فهمیدیم همه چیو. آخرین مرحله و مهمترین مرحله، فسفوئنول پایروویت تبدیل میشه به پایروویت و دوباره در اینجا یک آدپه تبدیل به آتپه میشه. خب ببینیم چند تا آتپه تولید کردیم. دو تا که اینجا، دو تا استپ قبلی میشه 4 تا آتپه در فاز 2 تولید شد. دو تا اناده هاش هم در قدم اول تولید کردیم. خیلی خب، پس کلی مولکول انرژی تولید کردیم ما اینجا. یه ریکاپ از کل فاز 2، دو تا گلیسرالداید 3 فسفیت وارد فاز 2 میشه و در نهایت دو تا پیروویت آزاد میشه و تشکیل میشه. 4 تا آتپه درست شد، دو تا اناده هاش. و اگر فاز 1 و 2 رو از لحاظ انرژی با هم دیگه جمع بزنیم، میبینیم که دو تا آتپه فاز 1 مصرف کرده، 4 تا آتپه فاز 2 تولید کرده و دو تا اناده هاش، مجموعش میشه دو تا آتپه و دو تا اناده هاش. در گلیکولیز دو تا آتپه تولید شد و دو تا اناده هاش. حالا آتپه ها که فرمت نهایی انرژی هستن، ولی اناده هاش تازه وارد چرخه دیگه‌ای به اسم چرخه انتقال الکترون میشه که اونجا از هر اناده هاش به تعدادی که در ویدیو بعدی بهتون میگم آتپه تولید میشه. پس این دوتا اناده هاش دوباره وارد چرخه های بعدی میشه تا انرژی بیشتری تولید کنه. خب نکته مهم، گلایکولایسیس کلش در اولین اسلاید گفتیم که در سایتوسول اتفاق میفته، در سیتوپلاسم سلول اتفاق میفته.
هدف کلی گلایکولایسیس چیه؟ اینکه دو تا مولکول پیروات تشکیل بده. در نهایت مولکول پیروات مهمترین چیزیه که ما داریم و من همینجا بهتون میگم که 4 متابولیک پاثوی جلوی راه مولکول پایرویت هست. یکی از اون راه ها اینه که وارد چرخه کرپس یا TCA بشه. چرخه کرپس یا TCA توجه کنید توی میتوکندری اتفاق میفته. پس کل گلایکولایسیس در سیتوپلاسم وقتی که وارد TCA سایکل میشه دیگه میریم توی میتوکندری. اسلاید آخر تمام مراحل گلایکولایسیس رو داره به شما نشون میده. ممنون از توجهتون. لطفاً شیر کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و مطالب علمیتون رو با ما تبادل کنید.